شبدا. درس اول، غافلگیری دشمن عامل اصلی پیروزی یک جنگجوی فاتح. دشمن رو گیج کن و در زمان مناسب ضربه بزن. بلند شو شاهزاده، نشون بده که آموزش ها رو خوب فرا گرفتی. شاید هم از ادامه مبارزه منصرف شدی. هرگز. درس دوم، خشم تو کنترل کن، تمرکز و بردباری رکن پیروزی است. آفرین پدر، آفرین. باش کارت رو تموم کن، تو بهترین جنگجوی دنیایی. اینجا چه خبره؟ هرگز دشمن رو دست کم نگیر. سلام برادر، چقدر خوشحالم کردی که اینجا حضور داری. داره با من کمی تمرین کنی. اما علی جناب، شما حال مناسبی ندارید. حالم از این بهتر نمیشه. نگاش کن، علی جناب و بالا نشسته و پسر محبوب و عزیزش رو تشویق میکنه. برادر بهتره امروز برای پدر مبارزه خوب و جذابی رو بپا کنی. مطمئنم تا به دیدن شکست پسر عزیزش رو نداره. بیا. بهتر نیست اون شمشیر رو کنار بذاری، با شمشیر تمرین مشغول شی. واقعاً این دوتا با هم برادرن؟ اون وارث خوبی برای خاندان ما نیست. پدر، امپراتور. سرم لطفاً مرا با سردار تنها بگذار، باید با او سخن بگویم. بله سرورم. من باید راجع به پیش آمد امروز معذرت خواهی کنم، واقعاً حماقت کردم. باید این تصمیم را پیش از این می گرفتم. با پیش آمد امروز برایم روشن و آشکار گشت که شداد جانشین مناسب و قابل اطمینانی پس از من نخواهد بود. بیمان دارم که او ستون اساس امارت این امپراتوری باشد و تاب و توان این مسئولیت بزرگ را نداشته باشد. در این صندوق چه وصیت‌نامه و حکم عزل شداد از ولیعهدی قرار دارد. آن را بردار و در زمان موعود به اجرا بگذار.
سرورم، عمرتان بلند با. مسئولیت خطیر و سنگینی بر دوش من نهادید. قسم میخورم بر اجرای خواسته شما تا پای جان بایستم. چرا؟ حال میتوانم با آرامش چشم از این جهان بربندم. طبیب خبر کنید. چرا پدر شدید را پیش نرز من دوست دارد؟ چرا؟ نظر من اون صلاحیت ولی عهدی رو نداری. مهمتوست اون مایه سلفکندگی کار امروزش را دیدی؟ دیری درگش بیمان دیر یا زود به سزای اعمالتون میرسید. چرا؟ این چه جفاییست که با من میکنی؟ سرورم، ما هرچه از دستمون برمی آمد انجام دادیم. هر آنچه داشتیم تجویز کردیم، اما افاقه نکرد. راز سلامتی اعلی حضرت در دست من است. همه باید از خدایان بخواهید تا روح پلید و مریض را از جسم سرورم خارج سازد. بت بزرگ، او را ببخش. این بنده حقیرت را رها ساز. او را از اینجا بیرون ببرید. او جز نکبت و بدبختی هیچ برای ما ندارد. نگهبانان، موبد را هرچه زودتر از اینجا ببرید. سرورم، بگذارید از خدایان برایتان طلب بخشش کنند. تنها یک نفر است که میتواند به سرورم کمک کند و او حانیب است. که هستی و چه میخوایی؟ حانیب کیست؟ باید با ما بیایی. خانه حرمت دارد. نیاموختی بی اجازه به جایی وارد نشوی؟ حال وقت آموختن آداب معاشرت نیست. وسایلت را جمع کن، پادشاه تو را خواسته. باید کمی صبر داشته باشی. مگر من با تو نیستم؟ چه کاری از عیادت سرورم واجب تر است مردک؟ مواظب حرف زدنت باش. ممنونم پسرم، نمیدانم چه شد که از بار هیزم برزمید. دیگر تمام شد پدر جان، در رفته بود. حال بهتر است، خوب استراحت کنید. بگیر مادر جان این دارو برای همسرت و این مقداری پول که تا زمان بهبودش قوت روزگار خیش را تامین سازی. خداوند مردم این سرزمین را از سایه پرمهر شما محروم نسازی. من وسیلم، همه در سایه رحمت اوییم. خب برویم. اما آنها هیچ وقت احترام شما را نگاه نداشتند. بگذارید خود درد خود را چاره سازند. اما وظیفه من به عنوان یک طبیب در برابر فقیر و غنی، سالم و ظالم یکی است، همچون مهر پروردگار که بر همه جا جاری است. ولی طبیب، بسیار خوب، موعظه کافی است. مثل اینکه نیاز به چند تا مشت و لگد داری. ها، حرکت میکنیم. برو حیوان، برو حیوان. از این طرف بروی. خود راه را می دانم، لازم به راه نمایی است. خب ببین چی لباس اجناب را از قامتت به در بردی که این چنین جنده پوش کردی. معاشرت با مردم فرومایه و پس را به بزرگان اشراف قصر ترجیح دادی. چه بهای سنگینی به دست آوردی با اخراج از قصر. من به خواست خود از این عمارت تهی و مخرب. قوان روی برگرداندن از خدایان این سرزمین بسیار سنگین تر از این است. روزی تو را به سزای اعمالت میرسانم. عمر دست پروردگار است. طبیب با چقدر تغییر کرده ای. اما بهتر از هرچه زودتر به بارین امپراتور برویم. بیا. پدر، هانی با آمده، طبیب فقیران شهر. مم.
بالاخره آمدی پس از این همه مدت. بله، کمی آب گرم لازم دارم. خواسته طبیب را مهیا سازید، عجله کنید. بشه تابید. هرچه به روزهای پایان عمر نزدیک می شوم، دودلی و تردید بیشتر در من رخ نمی کند. من یک عمر قدرت و پول و کشورم را صرف جاه و جلال بخشیدن به معابد کردم. چرا اکنون دریچه رحمت و آرامش بر من باز نمی گردد؟ شاید چشم به روزنه بی فروغ دوخته اید. تنها راه نجات عبور از تاریکی است. باز موعظه نمیتوانم خدایت را مجسم سازم. پدر، آب گرم را آوردم قربان. کاسه ای از آن را به من بدهید. بابت اتفاقی که افتاد واقعا متاسفم. من تمام تلاش خود را کردم تا همسرت زنده بماند، اما دیر شده بود. صف تو سودی ندارد. از ایمان خدایان خیش غافل شدم و به خدای تو روی آوردم، اما قهر خدایان همسرم را از من گرفت. مهر خدای تو هم مانع از آن اتفاق شوم نشد. در کوره راه آزمایش همین مصائب و مشکلات وجود هر انسانی را صیقل می‌بخشند. به خداوند این جهان پهناور ایمان کافی است. من دیگر به هیچ خدایی ایمان ندارم و نخواهم داشت. پسرم پدر مبارزت رو دیدم، حرف نداشت به جز جدن. پسرم میتور فکر میکنی؟ ایوان حسودی نکن تا کمی من هم با پسرم اختلاط کنم. گذشته زمان گرد و غبار را از دلت پاک میکنم. نمیدانم چه کنم. باید کاری کرد. مزاحم این را یکی یکی از سر راه برداشت. بهای سلطنت را با خون بپردازم؟ من یک عمر برای تکیه زدن به آن تخت لحظه شماری کردم و حال نمیگذارم کسی مرا از آن خون سازد، حتی اگر او. میبینی آنها چه دلخوشند شد؟ آفرین پسر، تو اسب سوار ماهری هستی. باید به دژه مرزیات آمین حمله کرده و آن را آتش بزنی. خب مثلا که چه شود؟ جنگی به راه میاندازیم و از آب گلالود ماهی میگیری. تا دیر نشده و شاه حکم عزل ولیعتی را علنی نکرده باید کار را یک سره کنیم. این جنگ هم وسیله ایست که زمان را به نفع ما نگاه می‌دارد و هم شکار را در تیر رس ما. قتل پادشاه در رس شایعاتی را برای حکومت نوپایتون در بر خواهد داشت، اما باید به نزدیکترین دژ مرزی حمله کنیم و در کمترین زمان به قصر بازگردیم. نباید کسی متوجه غیبت شما گردد. همه را بکشید. امانشان ندهید. دست نگه دارید سردار. بگذارید کارش را تمام کنم. نه، عجله نکن. ما به شاهد نیاز داریم تا خبر را برای آتمن ببرد و او را آگاه سازد. قلعه چی؟ بسید.
اونها همه را کشتند. چه میگویی؟ شهرداد و یارانش به قلعه مرزی حمله کردند و همه چیز را به آتش کشیدند. چه جرأت این کار را کردند؟ آنها عهدنامه صلح را باطل کردند. این امر قابل گذاشت نیست. خود نباید این گستاخی را بی پاسخ بگذاریم سرورم. حالا نباید این گستاخی بی پاسخ بماند. سپاه را آماده سازید، عجله کنید. بیدرنگ، سپاهیان را آماده سازید و سرزمینشان را با خاک یکسان کنید. حالا کشورشان زیر پای سپاهیان ما محو خواهد شد. به نظرت از پس این کار برمی آی سرباز؟ سعی می کنم قربان، در رکاب شما جنگیدن باعث افتخار من است. می دونم سرباز. خب حاضری پسرم؟ حاضرم پدرم. برو گرفتیم. هر کس آخر سیبو پیدا کرد برنده است. باشه برو. وایسا ناقا را جر میدنی. وایسا یکی منو بگیره. متاسفم پدر. من برنده شدم. بهترین سیب جمع کنه دنیا در مقابل شماست. احترام بذارید آخسرم. اما شما جر زدی پدر. خب پس با هم مساوی شدیم، قبوله؟ بی خیال دیگه پسر. اما شما جر زدی، من شما رو به یه مبارزه شرافتمندانه دعوت میکنم. بس دیگه صابر. هرگز بگیر. تو پیروز شدی صابر قهرمان و من شکست خوردم. هورا، من صابر قهرمانم که با یک ضربه سردار رو از پای در آوردم. نهار حاضره، بازی کافیه دیر من، تو هنوز بچه. بابا ای داداشی نهار آماده است. پدر نهار آماده است. آخ جون نهار، جانم ایک جان، مردم از گرستگی. داداشی برو کنار بخلی. بابا صابر از من خوشش نمیاد. آخه چرا؟ نه دخترم، این چه حرفیه؟ اون همیشه تو رو دوست داشته. فقط چی؟ فقط احساسشو بیان نمی کنه. آخه اون یه مرده، نمی تونه احساسشو بگه. شما چطور احساستو نشون میدی؟ خب من یه پیر مردم. حالا هر کی زودتر به خونه بره برنده است. فکر کنم باید با صابر صحبت کنید. هرچی از مرگ مادر میگذره صابر بیشتر ساره رو مقصر میدونه. بولا پدر، من بودم. اومدم دخترم، اومدم. باز داری هنرنمایی میکنی سردار؟ کاش اینجا بودی و به من میگفتی با صابر. صبوری کن سردار، صبوری. آخه تو همیشه حواست به همه چیز بود. پدر اجازه هست؟ واقعا اینجا عجب منظره ای داره. زندگی و مرگ درست مثل ریزش این برگ هاست. برگ زرد میشه و میفته و برگ سبز جایگزینش میشه. چی میخواییم بگی؟ به نظر تو مرگ این برگ تقصیر اون برگ سبزی که به تازگی پا به دنیا گذاشته؟ فکر نمی کنم اونا بخوان باعث مرگ هم دیگه بشن. حالا به نظر تو صابر، ساره مسبب مرگ مادرته؟
اما پدر جان، ما یه خانواده ایم، اینو هرگز فراموش نکن. اینم هدیه برای پسر خوبم، نشان سواران گارد امپراتوره. اسبت نژاد خوبیه. پدر خیلی دوست دارم. چه پیش آمده سرباز؟ امپراتور شما را به ستاد جنگ احضار کردم. ستاد جنگ؟ به شما این نکته را تذکر داده بودم. صلح پایدار چه سودی برای ما دارد؟ حالا آنچه آنها خودشان پیمان صلح را شکستند. باید امپراتوریتان را بزرگتر از سابق تصور کنید. اما آتامن حاکمی نیست که عهدش را بی دلیل بشکند. باید دلیلی داشته باشد. او در این چند سال هرگز از عهدنامه قصور نکرده است. حق با سردار است. عهد بین دو ملت بیش از چندین دهه است که پایدار بوده. مردم این دو ملت با هم خویشاوندند. هرچه هست چون زمان کشور گشایی است. جواب عهد شکنی حرف خوش نیست. شما از سفر برگشته اید؟ من این چند روز در بستر بیماری بودم. اما من خودم شما و سوارانتان را در حال خروج دیدم. بگمانم الان مسئله مهمتری است که باید به آن بپردازیم. بکنم سوی چشمانم کم شده. ما باید برای هر وضعیتی آماده باشیم پدر. بله سردار، لشکر را آماده سازی. سرورم بهتر نیست اول قاصدی به نزد او بفرستیم تا معلوم شود که جریان چه شود؟ تا علت بدعهدی‌شان را جویا شویم. سپاه آتامن تا فردا پشت دیوارهای شهر است. لشکر را آماده سازید، باید به سرعت آماده شویم. من خود لشکر را همراهی خواهم. اما سرورم، از دستور اطاعت کنید. من خود صلاح خیش را می دانم. بله سرورم. سلاح ها را بردارید، زود باشید، سریتر عجله کنید، باید هرچه سریتر آماده شوید. عجله کنید، سریتر آماده شوید. دخترم قول میدم که زود برگرد. اما امسال قرار بود تا پایان فصل برداشت بشمون بمونی و سوارکاری رو به من یاد بدی. خدا حافظ. پدر ما منتظرت میمونیم. به هممون قول دادی سالم برگردی. ما منتظرت. شگه نکنه. سردار، سردار. جنگ را متوقف کنید. لااقل تلاشت را بکن. ارمغان این جنگ جز تلی از جنازه و یتیمان بی سرپرست نخواهد بود. میدانم مرد جنگ و شمشیری. با شاه صحبت کن و قاصدی به سوی آنها بفرست. مانع آغاز جنگ شد. بهای زیاده خواهی دو شاه را دو ملت خواهند داد. این کار از عهده من خارج است. جنگ شناب ناپذیر است. ما جنگ را آغاز نکردیم. پس بگذار من هم در این سفر همراهتان باشم. شاید مرهمی باشم بر زخم مجروحان. ترتیبش را میدم. جای این بازی های کودکانه کمی نگران آینده و اوضاع نابسامان مملکت بود. اکنون زمان نگرانی من نیست پیرمرد.
از یک ستون سوس چه توقعی داری؟ به زودی نشانت میدارم که کی هستم، هرچند که شاید چشمانت هیچگاه آن روز را نبینم. بس کن شطار، اگر نتوانیم این جنگ را به اتمام برسانیم دیگر سلطنتی به جان نخواهد مان تا تو بر سرش مجادله کنی. پروردگارا به من توفیق ده تا این روز همه را به سلامت به خانه بازگردانم، تا برادر به روی برادر و پدر به روی پسر شمشیر نکشد. ظاهراً نبرد دشواری در پیش داریم. حرکتی نمی کنید. بله قربان. انجلیخا را آماده سازید. انجلیخا را آماده سازید. تا من فرمان ندادم کسی سر خود کاری انجام نمی دهد. امروز در تاریخ نقش خواهد بست و مردمان سینه به سینه از آن یاد خواهند کرد و شما را فاتحان بزرگ خواهند نامید. ما اساطیر آینده ایم. نگذارید مردم در تاریخ از ما به عنوان قومی شکست خورده یاد کنند. ما پیروز خواهیم شد و فرزندانمان به ما افتخار خواهند کرد. زنده باد سردار. پیروزی از آن ما. دست نگه داری. به تو قول میدم خودم به تنهایی کارش را تمام میکنم. اجازه دهید من با او بجنگم. نگران نباش، پیروزی از آن من است. به چه جرأت به خود اجازه داده ای پا در سرزمین ما بگذاری؟ برای بدعهدیتان بهای سنگینی پرداخت خواهید کرد. سخن کوتاه کن. میگویم قوی ترین مرد این سرزمینی. میخواهم چون شاخه‌ای خشکیده از بیخوبان ریشت رو درآورم تا شب اثری از تو و پادشاهت نخواهد ماند. بزدلانی، چون شما ارزش و اعتباری نیست، چون منفعتشان بر کلامشان می شرمد. اکنون عهد کردم تو را بکشم و این کار را خواهم کرد. ما پیمان شکن نیستیم. حضور سپاهیانت نشان دهنده ی همین هم. اکنون زمان آن رسیده که او را از سر راه برداری. اما او پدر من است، من نمیتوانم. تو انتخاب شده ای تا بر جهان حکمرانی کنی و برای رسیدن به آن از قربانی عزیزانت باهی نداشته باشی. این وظیفه بر شما محول گشته. در این لحظه سرنوشت ساز درنگ جایز نیست. آشاره شما ما کار را یک سره درست است که تیرانداز قابلی هستم، اما ساخت این تیر و کمان به شیوه سنتی در خانواده ما بی تاثیر نیست. هدف در تیر رسد. بازد زحماتت را خواهی گرفت. با علامت من این کار را انجام می دهیم. سی سال بر عهد خود وفادار بودیم و پدرت را دوست و همسایه می پنداشتیم.
اما شما به اعتماد ما خیانت کردید. این شما بودین که دژ مرزی ما را شبانه به آتش کشیدین. ما بر عهدمان وفادار بودیم. این قتل بر خشت توته و دسیسه سر به آسمان ساییده. ارمغان این جنگ جز تلی از جنازه و یتیمان مسافرت نفرد. ای شما از سفر برگشتید. من این چند روز در بستر بیماری بودم. اما من خود شما و سوارانتان را در حال خروج دیدم. گمانم الان مسئله مهمتریست که باید به آن بپردازیم. مسعود چه غلطی میکند؟ چرا کارش را تمام نمیسازد؟ در قبال جان فرزندت خواسته ای دارم. چه خواسته ای؟ فاهیانت را به سرزمینت بازگردان و عهد دو ملت را چون گذشته وفادار باش. سرورم بپذیرید، حفظ جان پسرتان مقدم بر همه چیز است. دست نگهدار، پیشنهادت را میپذیرم، اما عاملین باید مجازات گردند. امیدوارم از این پس هرگز بر هم شمشیر نکشیم، سردار جوان مرد. به شما قول میدهم تا من زنده ام مانع گسست پیمان برادری دو ملت گردم. او میخواهد مانع آغاز جنگ شود. سردار فرمانده قابلی است و بهترین تصمیم را خواهد گرفت. زدن هدف از این مسافت تیر را با پر عقاب ساختم که شگرد پدرم بوده. علامت دار. با علامت من این کار را انجام می دهیم. عقاب سیاه. بس نگه دار احمق. یک عام در تاریکی و جهالت گام برداشتم و خدایت را کتمان کردم. افسوس که خیلی دیرم. پدر بارم تنها نگذار. به نظرم متوجه حضورمان گشته. باید هرچه سریع‌تر اینجا را ترک کنیم. به گمانم باید آنجا باشند. زیرم خیلی زود است که فوراً چند سرباز و آنجا بفرستید. آنها را زنده می‌خواهیم. آنها بار دیگر عهدشان را شکستند. بر قاتلین امپراتور بتازید و یک نفرشان را زنده نکنید. ظاهران اوزا غیر عادی است، مثل این که به ما شک دارن. کمانداران آماده پرتاب. فرمان سرداری. او خود یک خائن است. به چه چاره از سور امپراتور سرباز میذارید؟ همه را بکشید. داد تماس بگیر سردار. به نظر میرسد از تو زیاد خوششان نمی آید. من جلویشان را میگیرم. تو مواظب به سپاه خودت باش. فکرش را نمی کردم روزی هم در مقابلت و هم در کنارت بجنگم. سردار باعث افتخار من است. امانشان ندهید. همه را از دم تیر بود کنید. من جلوی پیاده نظام را خواهم گرفت. فورا خود را به آتامین برسان و مانع دستور حمله شد. نمیتواند کار آتامین باشد. این یک دسیسه است. باید جلویشان را بگیرم. مانی بزن. افراد بیستی. آن نشان امپراتور است. بیستی بوهانی باست. بیستید. آره به من دادن. میبینید به ما حمله کردن. ما هم دست نگهدار. آقا من دست به حمله نداده است. به من سپاه را متوقف سازید. اما آنها سر خود حمله کردن.
بدون فرمان من کسی کار احمقانه ای انجام ندهد. انجنیق ها را آماده شلیک کنید. با تمام قدرت اوتوس. هیچ معلومه چه غلطی میکنی؟ فوراً فرمان عقب نشینی بده. لعنت خدا بر شما، تا دیر نشده بیستید. جنگ نکنید. حمله را متوقف سازید. خانی با پرچم سرخ بیستید. بزن پروردگار، صلح دو ملت پایدار باد. به موجب این حکم شداد پسر بزرگم از ولیعهدی خلع و شدید وارث تاج و تخت امپراتوری بعد از من خواهد بود. بر شماست که از حکم او اطاعت کنید و او را در اداره کشور یاری رسانید. بیشک هر کس بر مفاد این حکم پایبند نباشد به معنای تخطی از دستور امپراتور تلقی می گردد. بریم. واقعا دستخط سرورمه. حالی حق با شماست. بله، به درستی آن شبهی نیست. تاجگذاری لازم الاجراست. هنوز گرمای دستان پدر را بر تخت احساس میکنم. چه سخت است نشستن به جای بزرگ مردی چون او. سرورم، از امروز افتخار خدمت به این مملکت و مردم از آن شماست. فرمان برداریم. درود بر امپراتور بزرگ. سرورم، نباید خودتون را بازنده تصور کنید و با کوچکترین مشکلی پا پس بکشید. چه شده که باید تو را تحمل کنم؟ آمدم بگویم که تحقیقات درباره قتل امپراتور در جریان است. قاتل یا قاتلین، هر کس که هست با مدرک در دادگاه حاضر و به سزای خیانتش خواهد رسید. بهتر از کمتر سر راه من قرار گیری. منظورت این است که من پدرم را کشتم؟ به زودی مشخص می شود. خفه شدم سر برم. از این مغز متعفنت استفاده کن و راهی پیدا کن تا مرا بخواستم برشانی. کسی که دستش به خون پدر آلوده است، کشتن دیگران به اندازه یک گزند حشره یا دارش نمی دهم. دیر یا زود همه چیز آشکار می شود. پس بهتر از ما پیش دستی کنیم. ضمن این که با حضور او سلطنت برای شما خواب و رویا خواهد. سردار، قبل از این که بتونی کاری انجام بدی محو و نابودت می کنم. می بینی؟ این یه غذای متفاوته با عطر و ادویه مخصوص. همدلی و اتحاد چاشنی اصلی این غذاست. غذایی که سربازان وعده آخر رو با هم میل میکنن و با هم هم پیمان میشن که در میدان جنگ تا آخرین نفس در کنار هم بید. بابا یعنی باید خیلی گرم باشه. پس چرا تو توی غذا از اینا نمیرکی؟ حالا بخوریم ببینیم چی شده. چه عطر و بویی داره. بله دخترم، گرون و کمیابه. بیا این مال تو، اینم مال تو، اینم مال دختر گلم. امشب و مثل یه لشکر وفادار با هم عهد می‌بندیم که همیشه در کنار هم باشیم و از همدیگه حمایت کنیم. صابر پسرم، به لشکر ما نمی‌پیوندی؟ منم هستم.
هم پیمانان عزیز، نظرتونو به ادامه غذا جلب میکنم. بخورید ببینید بابایی چی پخته. به به، این از همه غذاهای دنیا خوشمزه تره. مگه شما همه غذاهای دنیا رو خوردی؟ دست تو با این سوال. همه رو بکشید، حتی یک نفر هم زنده نگذارید. خانه را با آتش بکشید، همه چیز را بسوزانید، بسوزانید. پدر بیاین هرچه سریع تر از اینجا بریم. پسرم تو الان مرد خونه. پدر، اما پدر. مرد که گریه نمی کنه، پیمانمونو که فراموش نکردی. مواظب خواهرت باش، برو پسرم. خانه را به آتش بکشید، همه چیز را بسوزانید. صابر، صابر، کجا رفتی پسرم؟ پدر، برو پسرم، به تنگ. همسر مهربان، دارم میام پیشت، پس منتظرم باش. را بسوزانید، مجبورشون کنید بیرون آیند. میخواهم کشته شدنشون را با چشم خودم ببینم. جلویش را بگیرید، او را بکشید. احمق، منتظر چی هستی؟ جلویش را بگیر، او را بکش. من را نکش، من اشتباه کردم، خواهش میکنم. تو مایه ننگ امپراتوری هستی. از من درگذر، این نقشه موبت بود، او بود که مرا وسوسه کرد تا پدر عزیزم را بکشم. درست است، من قاتل پدرم هستم و اکنون افتخار کشتن تو نیز نصیبم می شود. زودتر بکشش. بله سرور. همه جا را خوب بگم، نمیخواهم هیچ اثری از او و خانواده از باقی. خواهجی من میترسم. نه ترس عزیزم، منو صبر باهاتی. چیزی نیست ساره، از چی میترسی؟ رد و برق که ترس نداره، یه مرد باهاتونه. من موازه میدارم. عجب مردی. چیه خوب مردم، بعضی وقتا میترسم. باید سرپناهی پیدا کنیم و شب و به صبح برسونیم. خیلی در سرده. ما
دیگه بابا رو نمیبینیم. چرا خواهر کوچولو، فردا میریم دنبال بابا، مطمئنم پیداش میکنم. ما با هم عهد بستیم، مگه یادت نیست؟ پدر هیچ وقت قولشو فراموش نمیکنه. امکان ندارد، این مطالب دروغ محض است. حقیقت است قربان، او یک خائن بود. تمام شواهد بر این واقعیت دلالت دارد. ما نیز باور نکردیم سرورم. احمق، منتظر چی هستی؟ من این تیر و کمان رو به سفارش سردار ساخته بودم. این یک روش ساخت موروثی در خانواده ماست. تیری که پدر را از پای در آورد به دست این مرد ساخته شده. هیچ کمانی در این سرزمین چنین قابلیتی را ندارد. شیوهی که در خاندان ما به صورت یک راز سینه به سینه گشته، چوب اعلای نیستان رودخانه شرق و پر عقاب سیاه بالغ. ابتدا باید چوب را خوب با روغن گاومیش آغشته و سپس آن را ساخت. زیاده گویی کافی. چگونه با غم این نیرنگ و توته کنار بیایم؟ دیگر نمیتوانم به کسی اعتماد کنم. کاش پدر هنوز در میان ما بود. هرچه باشد ما از یک گوشت خونیم، و چه خوب که من تو را در کنار خود میبینم. من تا هر زمان که سرفرم نیاز بداند در کنارشان خواهم بود برادر. آنچه در عالم هستی سافرده اوست و او خالقی بخشنده و مهربان است. به اذن او هر بی جانی جاندار و هر جانداری بی جان، و در برابر او فقیر و غنی از هر قوم و نژادی برابرند، مگر با مرتبت اعمالشان که برای خود در نزد او عز و قرب به دست می آورند. سلام بر مرد خدا. سلام بر تو. من کارگر ساده‌ای هستم که مدتی است کارم را از دست دادم و خانه و هر آنچه را داشتم به ازای بدهی به طلبکاران سپردم. اکنون آواره و شرمنده خانواده‌ام گشتم. پیش شما آمدم تا... سقف این خانه انقدر گسترده هست که بر سر همه ما سایه افکند. بهتر است تا پیدا کردن کار مناسب ما را از حضور خود بی بهره نسازی. این خانه را خانه خود بدان. سلام بر هانیب. دیشب سربازان حکومتی به خانه سردار حمله کردند و آنجا را با آتش کشیدند. میگویند او قاتل امپراتور است. هانیب، امکان ندارد، این یک توته است. بر سر خانواده‌اش چه آمده؟ شایع شده که او کشته شده و خانواده‌اش در آتش سوزی از بین رفتند. از آن چه هراس داشتم اتفاق افتاد. فوراً به آجا برو، شاید بازمانده‌ای بیابی. میدونم عزیزم، کمی سر داشته باش، حتما برات غذا تهیه میکنم. خواهر کوچولو. عجب بوی داره. به به به. بیا بگیر. سب کن بذار ببینم میتونم کمی غذا بگیرم. ها بگش من انداز باید بین دارا پارا بگیره. چیش خورده؟ بفرمایید، من نمیخوام اشباش. دیگه کارت تو هم اومد. خیال کردی گونده بچه آی یک بودا بودا بیدی چی اومد.
بگیرشون. اونم یکی از اوناست، بگیریده. بلم کنیم، منو چرا گرفتی؟ حتما اونم هم دوز دیده. من دوز نیستم، میخواستم میزو جمع کنم. آقا اشتباه گرفتین، ما دوز نیستیم. بلش کن اون دوزی شقلو. شما هم دستش هستین، زود گزمه ها رو خبر کنه. خواهش میکنم برادر و خواهرم رو رها کنین، من در قبال خسارتتون اینجا کار میکنم. نمیخواد منت این قول بیابونی رو بکشی. قبول کن، تو که همیشه دنبال یه کارگر خوب بودی، قبول کن. خواهش میکنم. بهتر از این چیه باشه. اینقدر زود نخوری. اگر دوگه نمیرسم. صابر مشکلی پیش اومده. به موقع رسیده. زود باشین، باید از اینجا برین همین الان. اما ما به هم قول دادیم، من خسارتش میدم. خبر دادن چند تا دوست به من قصد زده. باید همین دور از رو باشم. کنار هم باشیم. ما بدونه تو نمیدیم. وقت نداریم صابر، باید از اینجا برین. سارا رو با خودت ببر، من اینجا میمونم. زود باشیم. ما بدونه تو نمیدیم. بیا بیا. من جا قده دیدن این ضررم. پس بولن اون چی میشه؟ نم باشه رو حساب خسارت قبلی. از کجا باید شروع کنم؟ همه جا را بگرده، همه جا را بگرده. باید دوتا پیداشون کنم. بیمایی کار میدارم، بیمایی کار دارم. مهمه باوه کامان، بیمایی کار دارم. شله چی کار کنی؟ بخور خواهر کوچولوی من، مگه دستم به اون دوتا دزد بی سر و پا نرسه. بله بهتره این اونو با هم تقسیم کنیم. بده بیار اونو داشته باش. اینم مال تو. تو؟ جانه تو؟ تو مشکل بشکلی بداری کچولو. شما؟ ای دوستای بی سر. یمونم خوله بیچاره بهش نمیاد. شما دو نفر باعث شدی خواهرم گرفتار بشه، میکشم اتو. حالا اون مجبوره برای اون مرتی که کار کنه تا خسارت شما دوتا رو بده. ما فقط گروزی نبودیم. اما تو با توقع به بی جامانه کسب کار ما شدی. بچه چی میگی؟ باید دوزی میکردی؟ خب نه. این بچه یه گریه نه. همه چی درست میشه خواهر کوچولو. بهت قول میدم گریه نکن. ما بهت کمک میکنیم. آره ما به کمک میکنیم تا اون بولو جور کنی و خواهر تازمون. شما دوتا فینگلی؟ بازی رو نکن، در مورد دوتا دزده با استعداد اینجوری قضاوت نکن. اینجا رو ببین چه میکنه داداشه. شما میخواین با دزدی بهم کمک کنی؟ دستم طلا، اینجا رو ببین چی بردم پسر. چی دلش با حال ما میسوزه؟ اگه این کارو نمیکردی تو حالا از گشنگی مرده بودی. ای بچه ها ببینید چی پیدا کردم، مجبور شدم شطور رو با بارش بلند کنم. اما من دوز نیستم. ای بابا تو به من قول داده بودی تا سر کوچه نرسیده متوجه میشه که خنجرش به کمرش نیست. آره دوزی کار بدیه. آفرین، بالاخره متوجه شدی. نه اون از چیز دیگه ای میترسه. مگه چی شده؟ ما از خنجر و پولم رو دست دیدم. من از فرمانه یک از ما دوزه کردم. بیا بایست این دازده کچلو. بدازه یه قشنگه. اگه دستم به اتون نرسته دیرم قیمه قیمه تون میکنم. کجا در رفتیم کچلو ها؟ نگاه ما خوش اومدی. خرابات بیان.
ده روزه دیگه حرکت کنم. خیلی خیلی میز رو تمیز کن. پس این غذای ما چی شد؟ چشم قربان، چرا انقدر بیمزدن؟ آخه بانمک کمک نیاز نداری ها؟ ما در خواه گرفتم. مزهش چطور بود؟ نداشت. آهای دختر گستاف، چطور جرأت کردی با رئیسه با این کارو بکنی؟ بگو بهتره پول میزتون رو حساب کنین و گورتون رو گم کنین، وگر نه با من طرفه. ما که چیزی نگفتیم. اون چقدر خوشمزه است. اجازه بدین کمکتون کنم. واقعا حاضرم. آقا یه طبیب اگه نمیخوای صورتت به سما تحریک بشه کاری واش نداشته باش، خیلی تلخه. امیدوارم منو نشناخته بود. در مقابل بوت بزرگ تعظیم کنی و از او بخواهی در بلند را اشکمادون به این قدرت و جلال موهبت خدایان به خدمت گذار خیش است. یعنی خواب بودم. پیر مرد چرتی بیدار شو، اکنون وقت خواب. چه شده که سرورم به نزد خدمتگزارتون آمده اید؟ لاف نزن، من میخواهم کار را یک سره که برادرتون پخ پخ. مگر نه این که گفتی من از طرف خدایان انتخاب شدم؟ خدایان نیست چون من طاقت و صبرش قربان مدتی از مرگ امپراتور نمیگذرد. بهتر نیست بیشتر صبر کنید، درباره تان حرف خواهم زد. اصلا مهم نیست، مهم نشستن بر تخت است. این خواسته من از نقشه بعد را اجرا می کنیم. شداد بزرگ فردا قصر را به قصد رفتن به کاخ ییلاقی ترک می کند. فردا بزرگان تمام قبایل برای هم پیمان شدن با شما به اینجا می آید. قربان هم اکنون پیک خبر آورده برادرتان در چنگال راهزنان کوه ممنوع اسیر گشته. ها؟ فوراً اسب مرا آماده سازی. اجازه دهید من با افرادم به این امر رسیدگی کنیم. حضور شما در اینجا لازم است. چه امری واجبتر از جان برادرم است؟ سربازان گارد دربار را آماده کنید. اطاعت سرورم. همکنون حرکت میکنیم. باید خود را برای استقبال از امپراتور جدید آماده کنیم. دیگر کاروان را مارش گلهایم دوازده. ببخشید خانم، من شما را میشناسم؟ فکر نمی کنم، من شما را نمیشناسم. غذا تمام شده، فعلا چیزی برای فروش نداریم. خدا رو شکر بچه سرم است. حتما گرسنه است. عزیزم پاش، دختر کوچولومو تو رو میخوام. من بی تو چی کار کنم؟ متاسفم، من تمام تلاشم را کردم اما دیر شده. تو از صفه تو چه سودی داره؟ این بود عظمت و بخشندگی پروردگار. از خونه من برو بیرون. اما پیتر، یعنی او شما دختر سردار هستید؟ خواهش میکنم از اینجا برید. برای من گفته بودن تمام خانواده سردار از بین رفتند. خدا را شکر شما را سالم میبینم. میری یا خودم در خدمتت برسم؟ لازم نیست وحشت کنید، من از دوستان پدرتان هستم. من میخواهم به شما کمک کنم. آی دختر زود باش، کف اینجا را برق بنداز. چشم قربان، برای چه شما اینجا هستید؟ در قبال خسارتی که خواهر و برادرش به بار آوردن باید اینجا کار کنه. حالا برو مزاحم نشو. من خسارتت رو میدم. بگو چند سکه شده؟ 400 سکه.
400 سکه؟ برای چه اینقدر زیاد؟ عجب مرد بی‌انصافی هستی. کل مغازه 400 سکه نمی‌ارزه. شاید با 100 سکه هم بتونم اونو آزاد کنم. جانم جان، هانیم اومده، هانیم اومده. آه، کوچولوهای بازیگوش. حالتون چطوره؟ سلام پسرم، چه زود برگشتی. برای تان میهمان آوردم دایه. سلام خانم. سلام دخترم، خوش اومدی، خوش اومدی. خانه هانی متعلق به همه است، اینجا احساس غریبی نکن دخترم. نگران نباشید، برادر و خواهرتان را پیدا میکنم و به زودی دور هم جمع خواهید شد. نمیدانم چگونه از شما تشکر کنم. بودم و بار پاچه زدم. آهای خواهرم کجاست؟ من نمیدونم، 400 سکه میارزید اما در قبال 100 سکه فروختمش. حالا باید خیلی از اینجا دور شد. چی؟ مرده که تم و حریص، میکشمت. خواهرم من کجاست؟ تو به چه جرأتی این کارو کردی؟ میکشمت. آی پول بیابونی مردی، بیا به حقیقت خودت دعوا کن. چه طرز برخورد با یا آقای نامتشخصه؟ متشخصه همین. میدونستم شما هم دست همین. الان بهتون حالی میکنم. همین باید شده نگاه. حالی میبرم. بادا بادا بیا، بادا بادا. ببخشید آقا، شما یه پسر 12 سالیه بی سرپرست ندیدید؟ به کمینگاه دزدان رسیده ایم. افراد برای هر رویا روی آماده باشید. آرام و با احتیاط بپیش. راهزنان به ما حمله کرده اند. حمله کنید. برادر شمایید؟ چقدر خوشحالم که موفق شدید که خود را از بند راهزنان برهانید. تا خبردار شدم بیدرنگ سپاه را گسیل داشتم. امپراتور عزیزم، همیشه به داشتن پدر و برادری چون شما بر خود میبالیدم. افسوس که دست تقدیر ما را در مقابل هم قرار داده و سرنوشت من در گروه مرگ شماست. خدا حافظ برادر. اینجا کارمان به اتمام رسید. برمید. می کشمت. آتا چفتید. زود بشتم بزرگان بهمون می رسید. جان اونو اشکرد. اونو هاشا نذاری فرار کن. بگیری نشو. این سکه ها رو به پیشگاه خدای خدایان شداد و بزرگ اهدا می کنم تا از شمارش آن لذت ببرن. آها رئیسیم، حالا به جان نساران اشعب سرگم آب دارد. ساکه باشی، آقا ممنون. تا کنی منک بیا آبایی. آه، پس دیفا کن.
بالاخره میگیرم تو. ایشون سرداد به خاطر نجات اون جانشون شد. رس نکنم از پس مملکت بر بیسته پیدا میکن. ای جان بایی مگه دستم بهتون برسه ریز ریزتون میکنم. همه جا رو بگرده لعنتی ها آروزی گرفتن منو به کور میبری. شابه بازی تمومه دیگه، کار تموم شد دوست کچلو. تو ایک قاتل می کشمت. از منتظر چه هستید؟ بزاریداش. چقدر انتظار این لحظه رو کشیدم. برای مردن آماده باش. افراد به دنبال من به پیش. اون پسر گستاخا بگیر. آمد جانو بکرده. کجا می روید؟ پس من چی؟ مرا جا گذاشته ای؟ به چه می خوندی؟ باید کمکش کنید. صابر تو مخمل سود داده. سود باش، سود باش. باید بریم. من این کچه را سرکشی می دهد. عجب سیبی. صدای چی بود؟ انگار خیالاتی شدم اینجا کسی نیست. چرا گزمه ها دنبالت بودند؟ نمیدونم، با من مشکل دارن. نکند دزدی؟ نه، ما آدم های شرافتمندی هستیم. گفتیم شاید بتونیم به اون پیرمرد بیچاره کمک کنیم. آخه اون گزمه چاق داشت تمام زندگیشو با خودش می برد. اگه فراری کرده با های مرده. اینم از روزی امروزه. بهتر زودتر بریم، ساره تو خونه منتظرمونه. این کیه؟ ماموره؟ نمیدونم، اما به من کمک کرد. راستی کی بودی؟ من هانیم هستم، اما قبل از آشنایی بهتر است نزد کسی برویم. آخ من که دیگه نا ندارم. تا اطلاع سانوی خداحافظ. سلام پدر. شما اید مرد خدا؟ مرد خدا؟ این آقایان با شما کار دارن. ما اینا رو براتون پیدا کردیم. قابل دیگر چیزی نمونده؟ ببخشید یکی جا مونده. منم یکی یادم رفته بود. منم الان یادم افتاد یکی جاسه. فقط نمیدونم که گازش زده. بچه ها شاهد ماجرا بودن، خواستن به شما کمکی کرده. ممنون. هرچند تمام سرمایه زندگیم را به یغما بردن و نمیدونم جواب کودکان گرسنه‌ام را چگونه بدم، ولی از شما سپاسگزارم. من از اون روز پسر خوب و نیکو کار دارم و نمیدانم چجوری از شما تشکر کنم. ببخشی من میتونم یکی دیگه اینا بخورم؟ آره خفل شیکم. چرا همه به من میگن خفل؟ شما را قبلا در این شهر ندیدم. ما تازه به این شهر اومدیم. پدر و مادرتان کجایند؟ ما همه با هم زندگی میکنیم. سرفروهمون هم صابره. خب پس اسم تو صابر است. میخوای مخفیگاه ما رو ببینی؟ بله حتما. جانم اینجا هم به خونه رسیدی. چقدر خوب. بفرمایید. بیا. آه شما در این مکان تاریک چگونه زندگی میکنید؟ خودی یا نترس. مخفیگاه سری ما هم بالا. حالا چجوری باید بریم؟ من الان میگم بایی خوشت اومد. خپل اگرچه زیاد میخوره اما مخترعه خوبیه. آی این چطور میسته؟ یادم رفت هم برای آخرش بگیر نکردم. چی؟
راه دیگه ای نبود؟ چرا راه فلان بود؟ پس چرا زودتر نبود؟ آقی هیجانش کم بود. هی خوب بود نه؟ جانمی جان سابچین اومدی؟ خواهر کوچولوی من خبری از دیدا نداری؟ این آقا کیه؟ سلام خانم کوچولو. ممنونم آقا. میشه یه گازم به من بدی؟ نه خیلی نمیخوام بدم خپه. بچه ها از خودتون پذیرایی کنین، بخورین. بیا داداشون اینونو بخور، برای تو آوردم. وای چسب خوشتراشی. یاد قول باباشه. پدر هنرمندی داشتی؟ باباش سرداره. ببخشید باباش رفته سر دار. واقعا متاسفم، اینجا جای مناسبی برای شما نیست. من یه خونه مناسب سراغ دارم که میتونیم با هم به اونجا بریم. ما جامون خوبه نمیخواد. تا که میخواین با دزدی زندگی کنین؟ دیر یا زود مامورا پیداتون میکنن. میخواین بیاین به مخفیگاه من، جای خواب و غذای خوب. غذای گیر بعد باید برسی باشی بلن بخوابیم. صابر با من بیا، قول میدم شرایط زندگی بهتر از اینجا براتون فراهم کنم. تو باید کاری رو انجام بدی که برای خواهر کوچیکت بهتر باشه. شاید حق با شما باشه. قبول، با شما میام. اون وقت با خیلی راحت به سراغ قاتلین پدرم میرم و انتقامش رو میگیرم. غذای لذیذ چطوری؟ هم بلایا به درد نخور. خریدار خریدار چه قدرتی داره. بگیرینش پنا پیکش کنید. آن یاغی را سر جایش بنشانید. گفتم سریتر سریتر زود باشی. برم کنیم بذاریم برم به خدمتشون برسم. الان حالیتون میکنم. آی دستم دار. بعد خدا بر شما ستمکاران، اینها را رها کنید. آسم تو ای طبیب کم کم داری حسدم را سر میبری. گناه ای من نگار خدا چیست که شایسته این رفتارم؟ اطاعت نکردن از سرورم جزایش مرگ است، اما سرورم بخشنده و مهربان است چون خدای تو. چرا معطلی این؟ بریم تا با اهالی خونه آشناتون کنم. بابا خود جنسی. تو را چی بی خونه جدیدمونو ببین؟ تو را چه باشتا کجا میری؟ بذار ببینم ازشم مثل بوش ویران کننده است یا نه. بچه جون کمی صبر داشته باش، میسودی. شرمنده من صبر دارم، قارقوری شکمم صبر نداره خانم. سلام نایه عزیز. سلام خانم. سلام بچه های من. سلام. میدونم از مهمونات خوب مراقبت میکنم. ساره هستا کجا میری؟ جب کن دختر. سلام کوچولو، اسم چیه؟ بچه بایستا کجا داری میری؟ ساره صابر داداش کوچولوی من. باورم نمیشه سیدا. سیدا جی دلم برای تنگ شده. سیدا خارجون بالاخره پیداتون کردم. من نتونستم به وصیت بابا عمل کنم و مواظبتون باشم. خیلی میگه که الان با هم هستی. که باباش رفته سر دار. من طاقت این زن ها رو ندارم. گرسنگی داشتی. شاید همدیگه رو پیدا کردن.
پدر، آیا به من نیز توجه میکنی؟ کوچولوی عزیزم، تو مرد بزرگی خواهی شد، مایه افتخار پدر. این دیوار را از بین ببرید و نقش جدیدی برانک کنید. بله قربان. سلام بر برگزیده خدایان. برگزیده خدایان؟ اکنون من صاحب امپراتوری از شرق تا غرب عالمم و همه را تحت فرمان خود در خواهم آورد. درست است. اکنون سرزمین ما شاهد طلوع خدای خدایان شداد بزرگ است. وقت آن است سرورمان را خدای خدایان بنامیم. با چه سرعت دست از خدایانی که یک عمر مبلغشان بودی کشیدی. قربانت گردم. من قدرت بیکرانم با خشم و بخششی بی انتها. خیانتکار، حتی فکرش را هم نکن که روزی از من روی برگردانی و من چون آن بت‌های بی خاصیت تو را بی تفاوت نظاره کنم. بله قطعا وقت آن است که پرستشگاهی در خور و شایسته شداد بزرگ بنا شود. آیندگان باید عظمت شما را ببینند و سر تعظیم فرود آورند. به او هرچه سیم و طلا میخواهد. اما قربان خزانه خالی. هر باج و خراج بیفزایید. هر کس که ممانعت کرد اصلا. خب بچه ها، زمان آن رسیده که هر کس به کاری مشغول گردد. چه کاری؟ گفتم خودشم این کار از کجا رو باید بزنیم؟ سرقت بزرگ جانم جان. نه، باید یاد بگیرید که از قدرت بازوی خودتان نان بخورید. در این خانه همه اینجوری امرار معاش میکنن. یعنی همه ساکنین این خونه این کار از ما رو بگو که فکر میکردیم ما تنها دزدای شهری. کار نه دزدی. دزدی هم خوب کاری ها، قدرت بازو هم توش مهمه. الان در این خانه در کنار هم حسیر میبافند، پارچه میبافند، مردها یا در باغها کار میکنند و یا به ماهیگیری میروند. عده ای هم میوه ها را در باغ میفروشند و یا چوپانی میکنند. پس پیش به سوی کار. من کارو خودم رو ترجیح میدم. بذار یکم استراحت کنم، این چند روز کارمون سنگین بوده. شما بری، من بعدا بهتون ملحق میشم. بفرمایید. خیلی خوب. اینکه در میاد شدن. همه اینا رو مدیون شمایی. خواهش میکنم، من فقط یک وسیله. آسمان چه زیبا و بیکران. هرچه بیشتر با آن خیره میشوم در مقابل عظمت پروردگار، خیشتن را ناچیز و حقیرتر از هر زمان دیگر احساس میکنم. جود باشید، هرچه به دستتان میرسد به جای مالیات بیاورید. هر کس مقاومت کرد از دم تیغ بگذرانیدش.
زود باشه، هر چه دارند با خود بیاورید. خواهش میکنم این گاودن ها سرمایه زندگی ماست، خواهش میکنم آن را نبرین. به ما رحم، هر کس در مقابل سرورم قرار بگیرد سزایش مرگ است. پس ببین، دست نگه دارید. می‌بینم که جامعه تبابت را کنار گذاشته‌ای و سردسته پاپاتیان گشتی. زود از اینجا بروید و این پیرمرد را به حال خود بگذارید. لعنت به تو، روزی به حسابت خواهم رسید. افراد بروید. چه کسی جرأت کرده در مقابل ما بایستد؟ هانی و یاران زنده پوشه. این طبیب و یارانش تاوان کارشان را خواهند داد. سلام بر مرد خدا. سلام بر بنده خوب پروردگار، مدتی است که ندیدم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم سرورم. اینقدر نگو سرورم، راحت باش. با اون لطفی که شما در حق من و فرزندم کردید نمیتوانم نگویم سرورم. راستی حال پسرات خوب است؟ سلام پسرم. سلام. تشابهشان فوق‌العاده است، حتم دارم سازندهشان یکیست. یعنی اون مرد؟ درسته، یک ماه پیش مردی به زندان قصر منتقل کردید که از زخمی عمیق بر شانه‌اش رنج می‌برد. دور بیابونی، امیدوارم هر چه زودتر زمان آن رسد که خودم طناب دانا برگردنت بیاویزم. خب میدانی من کارگر طباخ خانه ام و وظیفه ی هر روزه ام بردن غذا به آنجا بود، هرچند تک نانی باشد. یک بار پسرم را برای کمک با خود به آنجا بردم. بخور مرد، وگرنه از پای در میایی. چند روزه که هیچی نخورده ای. برای یک اعدامی دل سوزی میکنی؟ چند روز پیش که برایش غذا بردم، این اسب چوبی را که به زحمت در سلول تراشیده بود به پسرم داد. منظورتون اینه که اون مرد، یعنی بابا، زنده است؟ شخصی در زندان است که به احتمال زیاد سردار است. میخواهم به قصر بروم. امشب ما رو با آنجا ببرم. اما سرورم، کار بسیار دشواری است. کیستی؟ حسیب ملازم آشپزخانه. سلام، مقداری آذوقه برای مطبخ آوردم. میتوانی بروی. سرباز کجایی؟ اتفاقی افتاده؟ من اینجام. یوهو، همه چی عالیه. عوض میخوام، شما این آدرس رو بلدی؟ آخ، عجب آدم سرسختی بود. سردار، حالتون خوبه؟ پدر، شما زنده اید. چقدر خوشحالم صحیح و سالم ببینم اتون. پدر، چه بلای سرتون اومده؟ منو نمیشناسی؟ من صابرم. پدر، بهتره هر چه زودتر از اینجا بریم. نگهبانو الان عوض میشه. بله، باید سریعتر اینجا رو ترک کنیم. نگهب حمله شده. زندانی فرار کرده. زندانی فرار کرده. دروازه ها رو ببندید. نذارید فرار کنم. دار بس بالا برویم، راهی جزی نداریم.
برویم. اونها شن بالای گربز هستن. باید هرچه سریعتر به بالای دیوار قصر برویم. پدر زود باش، باید از اینجا بریم. زود باش. صابر پسرم. پدر منو شنوندی؟ پسرم. پدر جون تو پدرم. گرفتم اشتم. دستم رو محکم بگیر. واقعا منو به یاد آوردی، خیلی خوشحال. اگر می شود پسر و خانواده ام را فراموش کنم. زود باشید، باید از اینجا برویم. از اطراف دار بس متفرق شمید. ماجره ایشان را می گیریم و سر پیش به شما من حفظ کنم. برویم. برج شمالی را محاصره کنم. بگمانم ما محاصره شده. من جلویشان را میگیرم. میدانی که سزای خیانت چیست؟ دخ شد، فقط دلم برایتون تنگ شده. خدا را سپاس که دوباره در کنار هم هستیم. آخه بابا چی میخواد؟ قسم میخورم که پدرت را به خانه بازگردانم. بعد از اینکه در سقوط کردم به صورت معجزه آسایی نجات یافتم. خون زیادی از من رفته بود و مرگ را با تمام وجودم لمس کردم. چند بیابانگرد مرا گرفتند و با خود به قبیله شدند. نمیدانم چه مدت بیهوش بودم، اما زمانی که به هوش آمدم چیزی را به خاطر نمی آوردم. بفرمایید. روزها به شبانی می پرداختم و در سکوت صحرا مدام با این سوال کلنجار می رفتم که من کیستم، تا اینکه دار و دسته شداد برای گرفتن خراج به آنجا حمله کردند. بقیه‌اش را هم که خودتان خوب می دانید. راستش الان پی به قدرت و عظمت پروردگارت بردم. این مدت با خود خلوت کرده بودم و خاصه و ناخاصه باعث شد به چیزهای زیادی فکر کنم، هرچند که از گذشته چیزی به خاطر نداشتم. اما حق با توست، پروردگار گاهن صبر و ایمان بندش را امتحان می‌کند. هانی، شداد به شهر حمله کرده و هر کس را که از دادن خراج سر باز زند، خانه و زندگیش را با آتش می‌کشد. ما باید جلوی او را بگیریم، رفتارش غیر قابل تحمل شده است. زمان رویارویی فرا رسیده، باید مردم را فرا بخوانید. این گونه باج خراج را میگیرم. نه مردک، اون طرف را گفتم، نه پایین تر. تو سمت چپ و راست خود را نمیدانی؟ اون طرف تر. باید بدهم سرت را از تنت جدا کنم. قربان مرا عفو کنید. قربان هانی با مردم در دروازه قصر جمع شده. چی؟ اون به چه جرأت به خود اجازه داده که به اینجا بیاد؟ فرمانده، این مرد حق ندارد پایین بیاید مگر مرده. بله قربان،
اگر سر مجسمه از دستش رها شود او را بکشید. کمانداران آماده؟ هدف! کمانداران آماده باشید! میبینم به جای رسیده ای که به خود جرأت داده و تا به اینجا آمده ای. من خداوند خدایان هستم. هر کس در مقابل من ایستادگی کند قهر من امانش را خواهد گرفت و محو خواهد شد. چگونه دعای خدایی میکنی؟ عمر همه ما در گروه خواسته اوست. او پروردگار این عالم هستی است که تو در مقابلش ذره بیش نیستی. عجب خدایی که همه بندگانش جز گدایان و پاپتیان هستند. بروید از پروردگارتان کمک بخواهید. حال به من بگو مردم را به چه وعده ای فریب میدهی که این گونه از تو پیروی میکنند و همیشه همراه تو هستند؟ برای بندگان واقعی چه وعده ای بهتر از دیدار پروردگارشان در بهشت برین؟ پروردگاری که به پاس ایمان و کردار نیک بندش وعده زندگی جاوید در بهشت خیش را داده است. بهشت رحمت؟ عجب. خب این بهشت رحمت چگونه است مرد حراف؟ اگرچه روح اعمال انسان در همین جهان نیز جاری است، اما پس از مرگ پاداش و سزای اعمال خیش را خواهیم دید. چقدر دلم میخواهد هرچه زودتر همه تان را به بهشتتان نزدیک سازم. پس باید بمیرید تا به بهشت پروردگارتان باید از چند مرده یکبور گریفتن. حالا بشنو این پیام را از من. به زودی بهشتی را برای بندگان خود خواهم ساخت که قرنها از آن یاد کنند. بهشتی که بندگان در این دنیا مورد رحمت و بخشش من قرار گیرند و بنده نافرمانی چون تو را پاداش مرگ خواهد بود تا به سوی پروردگار بشتابی. ببینی عمر و مرگت در دست من است. پس خدایت کجاست؟ یقین بدان مرگ من در دست اهریمنی چون تو نخواهد بود. شمشیر پایین را شکارت کردیم. اکنون شداد بزرگ چند سباهی عمر بیشتر به تو عطا می کند تا عظمت و جلال بهشتم را به چشم خود ببین. روسی به پاس این ناسپاسیتان از امروز خراجتان دو برابر، نه سه برابر خواهد شد. سه برابر؟ هر کس توان پرداختش را نداشته باشد زندان را تجربه خواهد. ما اشتباه کردیم به اینجا آمدیم. با این کار عصبانیش کردیم. حکم مرگ خودمان را امضا کردیم. سریع‌تر کار کنید. قربان ما تمام معماران سراسر امپراتوری را فرا خواندیم. طلا و جواهرات تمام عیار ایالات را خواستیم تا با طلاکاری که تاکنون در هیچ جای دیگری به چشم دیده نشده طبق دستوراتتان بهشت شداد را چون کوه نوری بسازیم. به تمام حکام جهان و امپراتورها نامه بفرستید آنها را به جشن من فرا خواند. میخواهم تا اول سال آماده گردد برای اینکه همه ملت به بردگی کشیده شود. میخواهم همین را از سخن مردم بیاندازم. صبور باشید، ما تازه شما را یافتیم. اکنون صلاح نیست، ما به شما نیاز داریم. میتوانم این وضع را تحمل کنم. سردار بیسید. خود باشید تن برای به درد نخور. حسیب نجاتت میدهم، محکم باش مرد، به تو قول میدهم. قربان مواظب پسرم باش. تو را به آغوش فرزندت باز میگردانم. پروردگارا از گناه بندگانت در گذر و آنها را به راه راست هدایت کن. خداوندا به ما قدرت بده تا از آزمایشت سربلند بیرون آییم. آمین. آمین. من گشنمه. پس بابا که میاد خیلی گشنمه. میدونم عزیزم یعنی چی؟ بابا اومد جانمی جان. باورم نمیشه
پس خدایی که همیشه از او یاد میکنی کجاست؟ چرا قدرت را به ما نشان نمیدهد؟ توکل داشته باش تا سر بلند از آزمایش الهی بیرون آیی. آزمایش؟ مگر نه اینکه خدایت بخشنده و مهربانه؟ ایمان داشته باش پدر جان، نه به من، به خداوند، به عدالت و بخششش. این چه طرز سخن گفتن؟ ببخشید سرورم. متاسفم آنی مصیبت تاب و توانم را برده، دیگر کسی در شهر نمانده، همه را به اسارت کشیدن. ببین کی اینجاست. بگیر هرچه میکشیم از دست تو. از دست تو و خدایت. پس کجاست؟ چرا به یاری ما نمیآید؟ بگیر که آمد، بزنیدش. این مرد کذاب را از شهر بیرون کنید. این چه رسم رفتار؟ این از سزای نیکی به شما. از خود شرم نمیکنید؟ نما، بزنیدش. دود از اینجا برو کذاب. بگیر از اینجا برو. جواب نالی دلهای شکسته این مردم را چگونه دهم؟ شاید این بنده گناه تاریخیش را از یاد برده ای؟ ستبر به آنی خاک سرگشت این بوته نحیف پابرجاست. این نشانه از چیست؟ پس عذاب الهی نزدیک است. عمدن برای عبادت و خلوت کردن با خدای خیش به کوهستان می رود. اما این با گناهاش داره میاد. حالتان خوب است سرورم؟ من خوبم. می خواهم امشب به زندان حمله کنید و اسیران را از بهشت شداد دور سازید. عذاب نزدیک است. باشد، اما اون قابل اعتماد نیست. باید به قصر شداد بروم و او را از عذاب الهی بیم دهم. بر من از آخرین لحظه امید داشته باشم. فردا جهان عظمت شداد را خواهد دید. ببین که اینجاست. چیه؟ آمده ای که گردنت را به دم تیغ بسپاری؟ آمده ام تو را از عذاب الهی بیم دهم. از خشم خداوند بترس و توبه کن. وای مو بر اندامم راست شد. به خدایت بگو فردا دروازه بهشتمان را بر عالمیان باز میکنیم. تا همه گون خدای راستین را از خدای خیالی تشخیص دهم. اگر عذاب خدایت بر ما جاری گشت که هیچ، اگر نه روز بعدش این عذاب من است که سرت را از تنت جدا میسازم. هرچرا که باید میگفتم گفتم. امیدوارم خداوند تو را ببخشد. این یکی دو روز پایان زندگیت را خوش باش. برو. از این طرف گ-
گفتم که آزادت میکنم. چقدر خوشحالم برای بگیرید سرورم. چی؟ سردار؟ اصلا نمرده ای؟ جان بی مقدار تو و اربابت را نگیرم هرگز نمیمیرم. لذتی دارد برای بار دوم تو را به درک واسه کردم. درخشش خدای شما شداد بزرگ است. همه در تمام عالم از این پس از من سخن خواهند گفت. قربان آنجا را نگاه کنید. در را باز کنید. کم پامو رها کن پیر مرده. من نستانم دیگر قدرت ندارم. التماس میکنم مرا نجات دلم کن مرده که متسر سر برم منو نجات بدی. قربان خواهش میکنم. گم تاجم رو نجات بدی. Na 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 خداوندا تو را سپاس میکنم. خوش آمدی کردن. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. سپاس گذارم پسرم. کمک نمیخواهید؟ بیا پسرم کمی. ممنونم دایی جان. ممنون. خداوند بابت همه داده ها و نداده های از تو سپاس گذارم. پسرت هم آمده برای تشکر از خدا و پدر قهرمانش. عزیز دل بابا.